სახაც ხაბახო ادامه اعتراض ها به پنهانکاری مقامات ایران درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراین فضای تهران امنیتی شد. اروپا نسبت به بازداشت سفیر بریتانیا در تهران ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه ایران میگوید راب مک ایر به دلیل شرکت در یک تجمع غیرقانونی دستگیر شد. توضیح فرمانده سپاه درباره سرنگونی هواپیمای اوکراین. سپاه مسئول متوقف کردن پروازهای مسافرین نیست. لغو برنامه‌های هنری و انصراف از حضور در جشنواره فیلم فجر. همدردی تعدادی از هنرمندان با خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده. سلام، عصر یک شمتون بخیر. 22 دی ماه برابر با 12 ژانویه. خوش اومدیم به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. گزارش ها از تهران از حضور نیروهای ضد شورش در بعضی خیابان های پایتخت حکایت داره و جو شهر امنیتی است. در دانشگاه های علامه و شهید بهشتی تهران تجمعاتی برگزار شده. همزمان اعتراض ها به پنهانکاری درباره ساقط کردن هواپیمای اوکراینی ادامه داره و مقام های مختلف هم به این مسئله اعتراض کردند. مجلس ایران جلسه غیرعلنی برگزار کرده که در آن حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران شرکت داشته به همراه مقام های نظامی دیگر. تعدادی از هنرمندان هم اعلام کردند که از شرکت در جشنواره هنری فجر انصراف دادند. مهدی بیگی گزارش میدهد. تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی تهران در ادامه اعتراض هایی که از دیشب شروع شد. معترضان از 3 روز پنهانکاری حکومت در مورد حمله پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین خشمگینند. حمله ای که به کشته شدن 176 نفر منجر شد. شعارهای نو این خشم را بازتاب می دهد. اینجا حتی از راه رفتن روی پرچم آمریکا و اسرائیل خودداری می کنند. شعارهایی هم علیه دانشجویان بسیجی داده می شود. بسیجی سپاهی، دانش ما شمایی. و حال و هوایی تقریبا مشابه در دانشگاه علامه طباطبایی. امروز 22 دی 98 جلوی دانشگاه امیرکبیر دو تا یگان ضد شورش وایساده، همینطور که میبینید، و این حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در خیابانهای تهران. برخی شهروندان از حضور نیروهای لباس شخصی در ایستگاه‌های مترو و مکان‌های عمومی دیگر هم خبر دادند. از دیروز صبح با صدور اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و بعد با توضیحات امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران عصبانیت مردم شدت گرفت. اینها هزینه این شیطنت ها، التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. امروز صبح حسین سلامی فرمانده سپاه برای توضیح در مورد ماجرا در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد. جزئیات زیادی بیرون نیامده، اما لب کلام این است. در اینجا وقتی که پرواز این هواپیما مقابل سامانه حرکت می‌کرد و اون فردی که در اونجا مأمور پدافند بوده متاسفانه فکر کرده که چون اعلام کرده بودن موشک‌های کروزی رو احتمالاً برای پایگاه ما نشانه‌گیری می‌کنن، به اشتباه فکر کرده موشک کروز هست و متاسفانه این هواپیما رو مورد اصابت قرار دادن. واکنش‌ها به اعتراف ایران به سرنگون کردن هواپیما با موشک همچنان ادامه دارد. عده‌ای به شدت از عملکرد مسئولان حادثه انتقاد کردند. معنا نداره همچی چیزی که شما یه دفعه حس کردی یه چیزی اومد بزنیمش،
مگه کفتربازیه یا کلاغ و مرغابیه؟ بالاخره کاملا شرایط. حالا چطور این خطا اتفاق افتاده انصافا قابل بررسیه؟ یعنی من بعید به نظرم میرسه که یک خطای عادی انسانی اتفاق افتاده باشه، قطعا یه پشت پرده هایی باید داشته باشه. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته بدتر از شلیک سهوی به هواپیما، شلیک عمدی به اعتماد عمومی بود، اعتمادی که حالا زیر سوال رفته. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا به تمام خطوط هوایی اروپایی اعلام کرد که از پرواز در آسمان ایران پرهیز کنند. برخی از رسانه‌ها حرف‌های فرمانده هوافضای سپاه را نقد و راستی آزمایی کردند، از جمله ادعای او در مورد فرصت کوتاهی که اپراتور پدافند برای تصمیم گیری در مورد هدف قرار دادن هواپیما داشت. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه. کارلو کاپ از اندیشکده ایر پاور استرالیا در مصاحبه با وبسایت فوربس فرصت تصمیم گیری اپراتور را محاسبه کرده. او گفته اگر هواپیما در لبه برد آتشبار پرواز می‌کرد، اپراتور 1 دقیقه و 53 ثانیه و اگر مستقیم از روی آن عبور می‌کرد، 3 دقیقه و 39 ثانیه فرصت داشت. اطلاعاتی که کارشناسان باید در مورد آن نظر بدهند. شاید این جزئیات چیزی را عوض نکند، اما به روشن‌تر شدن ماجرا کمک خواهد کرد. پدرام سفر پورکولر، محمد حسین ساکت، مهدی بیگی، بی بی سی. صالحه ساجد سرائیان. همکارم فرین عاصمی که تازه ترین خبرها رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ما هست. فرین، یک مسئله که خب الان جا داره بهش اشاره کنیم و نباید فراموش بشه وضعیت خانواده های قربانیان پرواز هست و مسئله تعیین هویت اجساد و قربانیان. چه میدونیم در این باره؟ خب با خانواده های مختلفی صحبت کردیم از این قربانیان در روزهای گذشته، همچنان داریم با تعدادشون صحبت میکنیم. بیشتر اونها که به هر حال دسترسی داشتن در ایران بودن یا تونستن در این مدت سفر بکنن، مراجعه کردن برای آزمایش دی ان ای و این آزمایش رو انجام دادن. مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی تهران، گفته که خیلی از خانواده ها اومدن و این آزمایش رو دادن، فقط تنها 5 خانواده مراجعه نکردن از کسانی که تابعیت ایران رو داشتن و ایرانی بودن. ولی همه این اجساد هم آقای فروزش گفته که به پزشکی قانونی برده شده و نمونه هایی که گرفته شدن از بقایای اجساد هم برده شده و اونها رو الان دارن مقایسه میکنن. ولی در میان یه تعدادی از خانواده ها هم بودن، تعدادی از مسافران بودن که خب خارجی بودن، تابعیت ایران رو نداشتن، اونها یه مقدار ظاهرا مشکل بوده. 29 نفر بودن که به بستگانشون دسترسی پیدا نکرده پزشکی قانونی، و ولی گفته که 3 نفر از مسافران افغان که حضور داشتن در اون هواپیما و کشته شدن، خانواده هاشون اومدن و تست دی ان ای دادن. خانواده ها بیشتر مسئله شون این هست که در مدتی که باهاشون صحبت میکردیم، بیشتر گلایه شون این بود که جمهوری اسلامی، مقام های مختلف ازشون دلجویی نکردن، گفتن که کسی به اونها نیامده ازشون دلجویی بکنه. و بیشتر یکی از افرادی که تونسته بی بی سی تایید بکنه این مسئله رو، یک خانواده بوده که گفته که سپاه بهشون پیشنهاد داده که مراسم تشییع جنازه و مراسم ختم رو خود سپاه برگزار بکنه. بیشتر کسایی که به هر حال تابعیت دوگانه داشتن از بین این مسافران ایرانی کانادایی بودن، گفتن که خب جاستین ترودو نخست وزیر کانادا چقدر حضور پیدا کرده در مراسم، چقدر دلجویی کرده ازشون، و یه مقایسه کردن بین مقام های ایرانی و مقام های کانادایی که در مورد این مسئله دلجویی. مسئله دیگه که خب الان خیلی مطرحه از شخصیت های مختلف، مسئله انصراف دادن اونهاست از حضورشون در جشنواره هنری فجر که توی حوزه‌های مختلف، توی عکس، فیلم، تئاتر و هنرهای تجسمی گفتن که شرکت نمی‌کنن. در این باره بیشتر بگو. اولین واکنش رو فکر کنم آقای کیمیایی داشت، مسعود کیمیایی، کارگردان مشهور سینما، که گفت از شرکت در جشنواره فجر انصراف میده. به غیر از اون میتونم به مجتبی میرطهماس اشاره بکنم، مستندساز مشهور، که خب حالا اون انصراف نداده ولی یک پیامی رو، یک یادداشت رو در اینستاگرام خودش مطرح کرده و گفته که از دیشب تهدید نیروهای امنیتی به وانهادن خونهایی که از این پس ریخته میشه برگرده
گردن کسانی که دعوت کننده به حضور در عزاداری امروز در میادین آزادی بودن افزایش پیدا کرده. میدونیم که بعضی از هنرمندان دعوت کردن که مردم در میدان‌های آزادی در شهرهای مختلف حاضر بشن و عزاداری بکنن. حالا آقای میرطهماس گفته که ما شرکت می‌کنیم ولی در جایی که در مکان‌هایی که نیروهای امنیتی حضور ندارن بدور از نیروهای نامحرم سرکوب به گفته آقای میرطهماس و گفته که یادمون باشه دوربین‌هامون رو روشن نگردیم تا صدامون شنیده بشه و به گوش‌های مردم برسونیم. رخشان بنی اعتماد دیروز خبر از تهدیدش داده بود و گفته بود که تهدیدش کردن که این مراسم رو برگزار نکنه چون دعوت کرده بود. ولی خب هنرمندای دیگه‌ای هستن گفتن در جشنواره فجر شرکت نمی‌کنن. میترا ابراهیمی کارگردان مستند کامی هست که گفته شرکت نمی‌کنه. خانه سینما پیام تسلیت داده گفته بیشتر از هر زمانی نیاز داریم به همبستگی و دلداری هم و توقع داریم که مسئولان و رسانه ملی دست از پنهانکاری بردارن. کیوان ساکت آهنگساز و نوازنده که به هر حال همه هم میشناسیم جشنواره فجر رو تحریم کرده، گفته که به نشانه همدلی با مردم نه شرکت میکنه خودش در این جشنواره، نه به عنوان داور نه به عنوان بیننده. علیرضا قربانی کنسرت هاش رو لغو کرده در دیماه و علی غمسری نوازنده و آهنگساز هم همینطور، هانا کامکار خواننده و نوازنده هم همینطور. یه سری کارگردانای تئاتر هستن. صابر ابر در اینستاگرامش نوشته نمایش همان 4 دقیقه رو اجرا نمی‌کنه در جشنواره فجر و گفته که در این روزهای اندوه شرکت در هیچ جشن و جشنگونه و جشنواره‌ای جایز نیست. آناهیتا همتی بازیگر سینما به نشانه همدلی تحریم کرده جشنواره فجر رو. تنها اینا نبودن، بخش عکس هیئت داوران بخش عکس جشنواره تجسمی فجر هم کنارگیری کرده. کامبیز درنبخش، علی درخشی، جمال رحمتی، کیارش زندی که خودشون از کارتونیست‌های معروف هستن هم گفتن که شرکت نخواهند کرد در این جشنواره. ممنونم ازت فرین عاصمی همکارم اینجا با ما. با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن در ارتباط مستقیم هستیم. آقای افشاری، کماکان جو در تهران امنیتیه، در شهرهای دیگه هم گزارش هایی هست که همینطوره. از دیروز تا حالا بیشتر اعتراض هایی که بوده در مقابل دانشگاه ها بوده، چقدر میشه این اعتراض ها رو در واقع محدود به دانشجوها قلم داد کرد؟ نه ببینید، به هر حال مشاهده فیلم ها نشون میده که جمعیت شرکت کننده محدود به دانشجویان نیست و اخشاری از مردم، توده مردم هم حضور دارن و در اصل جنبش دانشجویی و دانشگاه ها میزبان مردم هم بودن در این حرکت های اعتراضی و این یک به اصطلاح سنت تاریخی پشت سرش هست و در گذشته هم بعضا برنامه هایی در مقابل سردر دانشگاه ها اعلام میشد و مردم هم میپیوستن و اگرچه در دهه گذشته که به طور نسبی شاهد یک رکود در فعالیت های جنبش دانشجو بودیم این اتفاقات کمتر دیده شده بود، دوباره جنبش دانشجوی بازگشته به همون جایگاه سابق خودش. بنابراین و از طرف دیگه هم حالا فقط این بحث نیستش که چه کسانی در این تجمعات حضور پیدا کردن، کسانی هم هستند که به اصطلاح در فضاهای مجازی که در جاهای دیگه همراهی میکنن با این خواستا و مطالبات و اساساً بدون اینکه افراد یک برآورد ذهنی از محیط پیرامونی خودشون نداشته باشن غیر ممکن هست که بیان و چنین شعارهای رادیکالی رو بدن. این حس رو اون افراد دارن که کم و بیش این شعارها یک جمعیت زیاد و قابل اعتنایی در جامعه هم باش موافق هستن، اگر نه هر فردی به هر صورت یک عقلانیت بقایی برای خودش داره و خودش رو به اصطلاح به مسیری نمیده که بخواد به اصطلاح پایان اون به خطر افتادن خودش باشه. وقتی احساس میکنن که این خواسته ها و مطالبات فراگیر هست میان در خیابون و اون رو به زبون میارن. آقای افشاری، بعضن صحبت های احساسی مطرح شده از مقام های نظامی، مقام های ارشد، مثلا فرمانده سپاه آرزوی مرگ کرده که کاش او توی پرواز می بود. فکر میکنین این حرف های احساسی، این صحبت ها میتونه مردم رو قانع بکنه، شاید آروم بکنه تظاهرات رو؟ ظاهرن مقامات جمهوری اسلامی این چنین فکر کردن یا مرتب مانور دادن برای این مسئله که سردار حاجی‌زاده با وجود اینکه آقای افشاری، من معذرت میخوام صحبت‌های شما رو قطع میکنم، خیلی معذرت میخوام، بذارید یک خبر فوری داریم، فرمانده کل سپاه داره صحبت میکنه، بخش از صحبت‌هایشون رو بشن. شیرینی‌های بی‌نظیر و در عین حال
تلخکامی ها و غمناکی هایی بود. توضیحاتی را خدمت عزیزان عرض کنم. آنچه را که میگویم خدا را هم شاهد میگیرم، چیزی است که از قلب من جاری میشود. اعتقادات، باورها، مشاهدات، یافته ها و تجربیات من از این ماجراست. من از میدان یک پیروزی شگفت‌انگیز و بی‌نظیر که ملت ایران در تاریخ حیات خود کسب کرده است می‌آیم. از جایی که آمریکا این بار مستقیم و آشکارا از ایران بزرگ شکست خورد، هرچند متاسفانه غبارهای حادثه غم‌انگیز سقوط هواپیما هنوز امکان نداده است ابعاد عظیم این پیروزی شگفت‌انگیز و خیره کننده که جهان را به اعجاب واداشت شناسایی شود. بعدها می توان در مورد آن دقیق تر سخن گفت. اما ما بعد از ترور و شهادت سردار عزیز و همرزمان ایشان کاملا در فضای روانی یک جنگ ناشناخته با آمریکا قرار گرفتیم. بعد از حادثه این تصور به وجود آمد که آن اقتدار و شکوه و اعتبار ملت بزرگ ایران تحت تأثیر حادثه شهادت آسیب دیده است. ما برای لحظاتی با احساس جزر در اقتدار ملی مواجه شدیم. نیاز این بود که دوباره به حالت مد برگردیم. فشار افکار عمومی برای انتقام بسیار سنگین بود. ما هم مثل همه شما و بیش از شما تحت تأثیر این حادثه قرار داشتیم. ما یکی از بهترین برادرانمان را از دست داده بودیم، یک اسطوره، یک تکیه‌گاه بزرگ. اما وقتی مردم را می‌دیدیم، ما با احساس متفاوتی مواجه می‌شدیم. آمریکا فرمانده ما را شهید کرده بود و به ما اخطار داده بود اگر عکس العمل نشان دهید، چه با تلفات چه بدون تلفات، 52 نقطه از کشور ایران را میزنیم. این حرف رئیس جمهور آمریکا بود. دقت کنید، ما از یک طرف تحت فشار سرعت عمل برای انتقام بودیم، باید اقدام متقابل را
چسبیده به حادثه انجام میدادیم. حادثه برای ما غافلگیر کننده بود. آمریکا آمده بود حرف آخر را به ملت ایران بزند، آمده بود ملت ایران را برای همیشه بشکند، آمده بود دستهای ما را ببندد، قبضیت کند، آمده بود نشان دهد که مسیر تقابل ما با او یک سویه است، او میزند ما پاسخ نمیدهیم. و این در یک چشمانداز راهبردی به تصاعد تدریجی یک تهاجم یک جانبه می انجامید. این منطق قدرت هاست. قدرت ها هرگاه در مقابل خود مقاومتی نبینند، خطوط فشار را گسترش می دهند. این خاصیت قدرت است، تجربه ماست، واقعیت تاریخ است. فکر کنید، ما باید به سرعت پاسخ می دادیم. در این حال دشمن می گفت عکس العملش سنگین نشان می دهم. بین این مسئله که ما باید مقتدرانه عکس العمل نشان میدادیم، ما هیچ گزینه‌ای جز عکس العمل آن هم قدرتمند نداشتیم، زیرا چیزی غیر از آن به تجاسر دشمن و ادامه این رفتار در مقیاس وسیع تا رسیدن به یک جنگ گسترده مسیر دیگری وجود نداشت. ما باید چند تفوق به دست می آوردیم. یک تفوق اطلاعاتی، باید تعیین می کردیم کجا را باید بزنیم، چقدر، با چه شدتی. باید تفوق فناوری پیدا می کردیم که آنچرا که پرواز می دهیم آسیب نبیند، سالم به مقصد برسد. اندازه آن بایستی با مقیاس عمل آمریکا تناسب داشته باشد. او قاسم سلیمانی را شهید کرده بود. بایستی قبل از تدفین شهیدمان این اتفاق می افتاد. عزیزان، اینها همه عناصر اصلی قدرتند. یعنی وقتی اینها وجود دارند، یک ملت هویت دارد، حیات دارد، عزت دارد، اعتبار دارد، اقتدار دارد، موجودیت دارد، احترام دارد، سرفکنده نیست. ملتی که سرفراز است زنده است. ما باید یک موجی از سرزندگی جدید در جامعه ایجاد میکردیم تا تراز بین المللی نظاممان دوباره ارتفاع میگرفت. ما نمیتوانیم زیر سقف ارتفاع شایسته نظاممان در جهان زندگی کنیم. ما بزرگیم. تا آن روز ما خود را منطقه‌ای می‌دانستیم. باید طراحی‌های ما خیلی دقیق بود. غلبه بر آمریکا از لحاظ فنی و تکنولوژیک، چون این نبرد هم تکنولوژیک بود، هم تاکتیکی بود، هم استراتژیک. یعنی ما هم باید در تکنولوژی پیروز می شدیم. نباید او موشک های ما را می زد. اگر موشک های ما به هدف نمی رسید، اگر دقیق نبود، اگر ویران نمی کرد،
میدانید چه اتفاقی میافتاد. ما باید اطلاعات از نقاط هدف به دست می آوردیم، نه مساحت. جنگ ما با آمریکا در میدان تکنولوژیک جنگ نقطه هاست، نه مساحات. بعد از آن باید به گونه ای عمل می کردیم که تصور دشمن در عکس العمل را فرو می پاشاندیم. ما دیگر نمی توانستیم در میدان عملیات روانی دشمن را متوقف کنیم، باید روی زمین او را متوقف می کردیم با شکل دهی به واقعیت های سخت، و این دشوارترین کار به نظر می رسید. من قسم می خورم فرماندهان و عزیزانی که در طراحی این مسئله نقش داشتند، شاید چند شبانه روز حتی برای یک ساعت نخوابیدند، شاید برای یک ساعت، و اگر ساعتی خوابیدند، خوابی توأم با دغدغه فراوان، نه نگرانی. ما می‌خواهیم از یک جنگ بزرگ با یک جنگ جلوگیری کنیم. این تنها راه ماست. باید غافلگیر می‌کردیم، باید دشمن را فریب می‌دادیم، و باید برای واکنش متقابل آماده می‌شدیم. ما بازی جنگمان را تا آخر پیش بردیم. اینجا میدانی نبود که ما فکر کنیم میزنیم تمام میشن. شما به جای ما بنشینید، بگویید پایگاه آمریکا را میزنن. او گفته 52 نقطه، او عکس العمل نشان میده. شما چه میکنید؟ او دوباره چه میکنه؟ این رفت و برگشت ها آیا به گسترش دامنه یا به کنترل تصاعد؟ شما چگونه باید کنترل تصاعد انجام بدهید؟ وقتی در یک جنگ ناشناخته قدم برمی‌دارید، برای اولین بار ما قرار بود مستقیم درگیر بشویم. و دقت کنید، منطق ما برای درگیری فقط انتقام نبود. این شجاعانه ترین تصمیم تاریخ ایران است. این حکیمانه ترین تصمیم تاریخ ایران است. و این الهی ترین تصمیم ایران است که بر پایه منطق و تدبیر و توکل و قدرت استوار است. و ما شاید از روز جمعه تا شب چهارشنبه همه چیز را آماده کردیم. فکر کنید، باید زیر رصد قوی ترین قدرت اطلاعاتی عالم شما سامانه ها رو گسترش بدهید، جابجا کنید. و ما برای چندین مرحله جنگ با احتمال گسترش دامنه دقیق برنامه‌ریزی کردیم. هنوز آماده هستند، کاملا مهیا. هیچ چیز از دید ما هنوز تمام نشده است. و به خدا تکیه کردیم و این عملیات بزرگ انجام شد. شب عملیات، چون ما میگفتیم انتقام میگیریم، وقتی من به عنوان یک فرمانده نظامی اعلام میکنم انتقام میگیریم،
این مشخص است. شب حادثه تمام سیستم های پروازی، پدافندی، جنگ الکترونیک، شناسایی، همه چیز روی آسمان بود. یعنی آمریکایی ها تمام قد آماده بودند. انتخاب هدف خیلی مهم بود. ما اول اتاجی را انتخاب کردیم، ولی چون نزدیک به بغداد بود و بخشی از عراقی ها داخل آن بودند، هدف را تغییر دادیم. اتفاقا دشمن هم خیلی از نقاط را تخلیه کرد و تصادفاً به پایگاهی منتقل کرد که ما در تغییر هدف اون رو انتخاب کرده بودیم. عین الاسد که حدود 160 کیلومتر با بغداد فاصله داشت. و ما این بار بر مبنای گرفتن تلفات انسانی هدف گذاری نکردیم. واقعا هدف ما کشتن سربازان دشمن نبود، اهمیتی نداشت. اما اونجا تجهیزات راهبردی دشمن از بالگردهای بلک هاوت، آپاچی ها، پهبادهایی مثل MQ-9 ها و پریدیتور ها و یک مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه ها و سوله های متعددی از نگهداری تجهیزات بود. آنها اهداف ما بودند، ولی باید نقطه نقطه زده می شدند. عملیات ما بر مبنای تأثیر بود. آن چیزی که توازن را برقرار می کرد نفس عملیات بود. این که ایران در فضایی که آمریکا تهدید کرده است به عکس العمل سنگین شجاعانه عمل می کند، این حس قدرت است. اینجا آن برابری است. شکستن یک اعتبار جهانی و خرد کردن آن و مچاله کردن آن. تخریب‌های فیزیکی فقط برای این بود که ما بگوییم انقدر برتری داریم که هر نقطه ای را بخواهیم میزنیم. و این اتفاق افتاد. شما در توضیحات سردار حاجی‌زاده این مسئله را دیدید، دقیقا مقایسه ما قبل و ما بعد. ما هر کجا را نشانه گرفتیم، و من به شما عرض کنم موشک کروز دقیق است، وقتی دقت دارد هیچ کس تعجب نمی کند. اما موشک بالستیک وقتی نقطه زن می شود یعنی انتهای تکنولوژی. این تفوق را ما پیدا کردیم، هم تفوق فناوری پیدا کردیم که آمریکایی ها نتوانستند هیچ یک از موشک ها را هدف قرار دهند. تمام موشک های ما به استثنای دو موشک که به صورت طبیعی قبل از رسیدن به سرزمین عراق در سرزمین ایران اصطلاحاً فیل کرد، نشست، بقیه موشک ها بدون هیچ آسیبی وارد شدند و هدف ها را مورد اصابت قرار دادند. این که بعدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هیچ تجهیزات و هیچ نفری آسیب ندیده است، طبیعی بود. هر کسی برای عقب نشینی و خروج نیازمند
یک مفر است. اما این واقعیت ها قابل کتمان نیست. بعد از آن ما به یک جنگ الکترونیک می‌دانیم. جنگ الکترونیک مدرن‌ترین جنگ امروزین است. وقتی شروع کردیم به جنگ الکترونیک همه پرنده ها ناپدید شدند. پرنده های آمریکایی رفتند داخل پایگاه ها نشستند. این هم یک برتری دیگر بود، چون دو برتری آمریکا در جهان داره، یکی هوایی یکی الکترونیک، و این هر دو نه در یک مقیاس وسیع، در یک مقیاس محدود شکست. از نظر تاکتیکی ما موفق شدیم، چون ما دقیق همه هدف‌ها را زدیم و ترکیب این دو، یک غافلگیری تاکتیکی و استراتژیک، تفوق تکنولوژیک و تفوق تاکتیکی به برتری استراتژیک ما انجامید و ما هم اعلام کردیم. اگر عکس العمل نشان دهید، واکنش بعدی سخت تر خواهد بود. ما اینجا در یک موقعیت جدید قرار گرفتیم. اول آمریکایی‌ها خیلی تهدید کردند، تهدیدات متنوع، و ما برای واکنش‌های بعدی کاملا آماده بودیم. تا غروب چهارشنبه که رئیس جمهور آمریکا با آن اعلام کوتاه عقب نشینی آشکار خود رو اعلام کرد، و وقتی پشت به دوربین ها حرکت کرد، من احساس کردم آمریکا تمام شده است. ما کاملا، یعنی فرمانده هوافضای ما کاملا در صحنه در حال جنگ بود. ما همه در حال جنگ بودیم. این نیست که ساکت بنشینیم، باید در دریا همه توانمندی های من را آماده می کردیم که آماده بودن، و مدام این توانمندی ها را در معرض یک اقدام جدید قرار می دادیم. در زمین حتی ما برای کار زمینی آماده شده بودیم، همه چیز آماده بود. خب اون شب عرض کردم همه بالگردها، هواپیماها و پهپادهای آمریکایی از منطقه خلیج فارس تا شمال عراق همه روی آسمان بودن، و ما همه آماده برای پاسخ به این تهدید 52 نقطه‌ای حداقل. کاملا شرایط جنگی بود. آن شب قسم میخورم هیچ کس نخوابید. هیچ کس. تا این ماجرا اتفاق افتاد. من واقعا عرض می کنم ما در این حال که یک پیروزی بزرگ به دست آورده بودیم، حتی قبل از این که متوجه بشویم احتمالاً موشک ما به هواپیما اصابت کرده است، سقوط هواپیما به خودی خود ما را تلخ کام کرده بود. این ماجرا به این شکل بود. ما در بالاترین حد آماده باش بودیم، چون تهدید متقابل ما هوایی و موشکی بود. یعنی و پدافندها در این زمینه قلب این عکس العمل رو نشون میدادن. اونها باید دیگه جنگ را اداره میکردن.
سامانه‌های جدیدی رو در منطقه هم گسترش داده بودیم تا از منافع این ملت دفاع کنیم، اجازه ندیم آتش‌های دشمن بر سر مردمان ما یا بر روی منافع اونها بباره. ما نباید اجازه میدادیم دشمن تعرض کنه به این سرزمین. همه آماده بودن و در میان این قوغا گاهی خبرهای متفاوتی هم میرسید. مثلا به سامانه‌های ما خبر پرواز تعداد کروز را داده بودن و این بچه‌های ما که کنار سامانه بودند همه خود را آماده کرده بودند برای انهدام یا موشک ها یا هواپیماهای دشمن. و چون موشک کروز به لحاظ سرعت اساساً او هم یک هواپیمای بدون سرنشین بزرگ است، فقط خلبان نداره، با همون مختصات هواپیماهای با سرنشین حرکت میکنه، معمولاً از لحاظ سرعت در موقع که هواپیماها در ارتفاع پایین حرکت میکنن کروزها هم معمولاً ارتفاع پایین حرکت میکنن. خب این برادر ما چون در بالاترین حد آمادگی قرار داشت، خبر پرواز کروزها هم به ایشون داده شده بود و برای لحظاتی ارتباط او با SOC قطع شده بود که خبر انتفاع کروزها را بشنوه، با همون تصور وقتی که این هواپیما پرواز میکرد روی صفحه رادار او به یقین رسیده بود که این یک تهدید است و جدی است و موقعیت پرواز هواپیما نسبت به این سامان بگونه‌ای بود که این هدف نزدیک شونده تلقی می‌شد. معمولاً وقتی هواپیماها همراستا با سامانه‌ها و رادارها قرار می‌گیرند، سطوح مقطع راداری اونها کوچک میشه. اگر عمود بر مسیر رادار قرار بگیرن به دلیل اینکه بدنه هواپیما در معرض امواج قرار میگیره بزرگتر نشون داده میشه، یعنی قابلیت تفکیک بیشتره. این فضا فضای جنگی است. به این فرد همین خبر رسیده و او با محاسبه این مطلب که این دقیقاً یک کروز هست اقدام به شلیک میکنه و خود او تصور میکنه که یک کروز رو منهدم کرده. برادران ما از همزمانی شلیک و سقوط هواپیما مشکوک شده بودند و من این رو به شما عرض کنم، خدا گواه هست، ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد، فقط به دلیل همزمانی، فقط به دلیل همزمانی. و اگر ما خود مبدا شکلگیری این فرضیه نبودیم هیچ کس نمیتوانست متوجه شود. هیچ چیزی را دست نزدیم، نه جا به جایی قطعات هواپیما و برهم زدن صحنه، نه جا به جایی سامانه و نه گراف های راداری. وقتی که ما هنوز سردار حاجی زاده در منطقه بود منتظر عکس العمل که موشک‌های بعدی اگر دشمن شلیک کنه بزنه، ما هم کل صحنه رو از خلیج فارس تا آنجا اداره می‌کردیم
که اگر اتفاقی بیفته زمین و دریا و هوا فعال بشه و به ما یه خبری رسید که ما به این پدیده مشکوکیم. ما برادران خودمون رو گفتیم بیشتر بررسی کنیم، چون یک تردید جدی وجود داشت. همیشه تصور این بود هواپیما وقتی پرواز میکنه مخصوصا در ابتدای حرکت چون پر از سوخت هست، بال، باک ها، همه چیز، اگر یک موشک پدافندی به او بخورد منفجر و مشتعل میشود، در حالی که تصاویر نشون میداد بخشی از این هواپیما یعنی موتور و بال فقط این بخش و این هواپیما آرام آرام در حال سقوطه. هیچ کس تصور نمیکرد موشکی به این هواپیما اصابت کرده باشه. برادران ما هم که این چلیک را انجام میدن، اونها نه بر اساس معاینه چشمی بلکه بر اساس صفحات رادار و در واقع یک دید الکترونیک فضایا رو تحلیل میکنن. اون وقتی هدف میخوره تصورش اینه کروزه. بعد خب بررسی های بیشتر رو انجام دادیم و احتمال اثبات شدن این فرضیه بیشتر میشه. اما واقعا ما هرگز تا غروب چهارشنبه به اطمینان نرسیدیم، ولی احساس میکردیم این فرضیه غلبه پیدا میکنه. به همین دلیل هم ستاد کل نیروهای مسلح یک تیمی از متخصصین رو صورت بندی کرد. ما متخصصین خودمون رو در اختیار اونها قرار دادیم و اونها شروع کردن ماجرا رو از همه زوایا بررسی کردن، چه شاهدان عینی، اپراتورهای سامانه، حضور میدانی در نقطه سقوط و در واقع مشاهده همه قطعات. چه ما حتی این کار را هم نکردیم که این قطعات رو ببریم در آزمایشگاه ها تست کنیم و نتیجه بگیریم که آیا مواد منفجره ای وجود داره یا ترکشی از جنس ترکش سامانه، که این هفته ها طول میکشید بررسی. میدانید در جهان مطالعه کنید هواپیماها که سقوط میکنند هفته ها، گاهی ماه ها و گاهی سال ها و گاهی ابدا نتایج طول میکشه تا اعلام کنند. حتی جعبه سیاه هم بازخوانی نشد. یعنی اگر میخواستیم همه چیز را بررسی کنیم شاید هفته ها به طول میانجامید. و این که در عرض یکی دو روز ما به اتقان رسیدیم و هیچ فضایی را برای بررسی کامل به هیچ عنوان نبستیم، خود ما کمک کردیم به اثبات این مسئله، چون به هر شکل حادثه بزرگی بود، تا اینکه بالاخره این تیم کارشناسی به این نتیجه رسید که در اثر خطاهایی که صورت گرفته متاسفانه این هواپیما سقوط کرده و دیگه شروع کردیم به در واقع تنظیم بیانیه و اطلاع رسانی برای مردم عزیز ما. در حالی که من خدمت شما عرض کنم فرمانده ما که در جنگ بود و ما که در این میدان قرار داشتیم هنوز به همین الان معرکه را پایان یافته تلقی نکردیم. ما در جنگ با آمریکا بودیم و هستیم. ما سرباز این ملتیم، فدایی این مردمیم. من خدای بزرگ را به شهادت میگیرم دوست داشتم داخل این هواپیما باشم و با اینها سقوط کنم و بسوزم، ولی شاهد این ماجرای غم‌انگیز نباشم. ما
عادت کردیم فقط فدای این ملت بشیم. یک بار سپاه کاملا شهید شده، همه میدانید. برای ما خدا گواه است، من جان فرزندانم را معاوضه میکنم با این حرف. به خدای کریم هیچ آرزویی در ذهن من و برادران من جز این که روزی به پای آرزوهای این ملت، به پای رفاه اونها، پیشرفت اونها، امنیت اونها تکه تکه بشیم، قربانی بشیم. شما ببینید این فرمانده ما، همیشه من رفیق صمیمی او بودم، هیچ چیزی غیر از همین حالت برای او آرزو نبود. ما عادت کردیم قربانی این ملت باشیم و میدانیم آدم تا کسی را به اندازه خانواده خودش دوست نداشته باشه حاضر نیست براش فدا بشه. به خدا اینا خانواده ما بودن، بچه های ما بودن، مادران و پدران و برادران ما بودند. هیچ وقت من در طول عمرم اینقدر شرمنده نبودم، هیچ وقت. هیچ وقت. ممکنه ما خطا کرده باشیم، که خطا کردیم، تعدادی از هموطنان ما به خاطر خطای ما شهید شدن، ولی غیر عمد بوده و عذرخواهی هم میکنیم، شرمنده هم هستیم، ولی جبران میکنیم. اجازه نمیدیم یک نفر از مردم ما کوچکترین آسیبی ببینه. ما هستیم محکم، استوار، مثل ستون تیر میخوریم، نمی نشینیم، زانو نمی زنیم. مطمئن باشید تا ما هستیم هیچ کس در همه قدرت ها با هم متحد بشن امکان نداره اجازه بدیم تار موی از سر شما و مردم ما کم بشه. ما به خدا باور کنید شاید در این یک هفته، ده روز، شاید ده دقیقه تلویزیون ندیده باشیم که اصلا بفهمیم چه اتفاقاتی داره میفته، کی داره اطلاع رسانیم. به خدا فقط در این حالی که این حادثه را مدیریت میکردیم به فکر این بودیم که چگونه دوباره اگر اتفاقی افتاد عمل کنیم. از هیچ چیز هم نگران نباشید، فرمول همه چیز رو به دست آوردیم. ما سربلندیم، ما اشتباه کردیم، درسته، این اشتباه رو ما اول خداوند انشاءالله ما رو ببخشه، بعدم ملت ایران و خانواده های این عزیزان و ما. برای این حادثه مصممتر شدیم به هر شکل جبران کنیم، ولی این واقعیت رو بدانید، سربازان این وطن رو که امروز سینه در مقابل آمریکا ستبر کردند و برای این ملت عزت به ارمغان آوردند و یک ابرقدرت رو شکستند. ممکنه این تصور ایجاد بشه که من میخوام این حادثه بعدی را ادغام کنم در اون حماسه بزرگ. یه خورده اکراه دارم که بگم چه اتفاقی افتاده. داستان رجزخانی آمریکا برای ایران تمام شده، ایران بلند شده، سر برافراشته. امروز همه جهان قدرت ایران را شما نگاه کنید. این رژیم های مرتجع متحد الان چه حسی دارند؟ اسرائیلی ها چه روحیه ای دارند؟ اروپایی ها چجور به شما نگاه می کنند؟ جهان این معیار قضاوتی بود. هر وقت دیدید
یک قدرت بزرگ در یک نبرد محدود بی عکس العمل ماند، یعنی بدانید قدرت شما فوق العاده است. اگر به جنگ گسترده نرسید شما قدرتمندید. ممکنه در اطلاع رسانی، چون واقعا سیستم هواپیمایی کشوری ما به دلیل خب کیفیت بندی هایی که در بررسی های خودمون وجود داره واقعا اونا در جریان مسائل ما نبودند و اونا با معیارها و موازین خودشون به قضیه نگاه میکردن، اونا آدم های صادقی بودند به خدا. این نظام بهترین نظامه. برید ببینید در کجا یک نظام خودش، یک سپاه میاد خودش تلاش میکنه که حقیقت رو ثابت کنه و کتمان نمیکنه. این که دنیا فرضیه میسازه و میگه اینها، خب همیشه میگن، ولی ما این کارو نکردیم. ما که دیگه از ترس این کارو نکردیم، چون ترس ما که ترسی وجود نداره وقتی ما، ولی ما هنوز در اثنای جنگیم. بازم من اینا رو نمیگم که خدای نکرده بگم اون کار قابل توجیه، نه، اون واقعا یک اشتباه در یک نقطه بود، ولی اتفاق افتاده و ما وقتی یقین پیدا کردیم اطلاع رسانی کردیم. با این حال ما حاضریم هر تصمیمی، هر چه که باشه بپذیریم. تسلیمیم به اراده ملت عزیز و بزرگ ایران. تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید. باز هم عرض میکنم. بله، صحبت های حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران رو میشنیدید. آقای سلامی امروز در جلسه غیر علنی مجلس صحبت کرد. این صحبت هایی بود که امروز صبح در اون جلسه مطرح شده بود، ولی الان به صورت ضبط شده داشت از تلویزیون ایران پخش می شد که ما هم اونها رو منتشر کردیم. آقای سلامی موارد مهمی رو بهش اشاره کرد، بعضی از اونها رو من بهش اشاره میکنم. آقای سلامی گفتش که ما اون موقع که تصمیم گرفتیم باید مردم بدونند که ما در حالت جنگ بودیم. او گفتش که آمریکا تهدید کرده بود که 52 نقطه در ایران رو میزنه، ما آماده حمله موشکی بودیم. او توضیح داد که از جمعه تا چهارشنبه ایران و مقام ها همه چیز رو آماده کرده بودن. به نظر صحبت هایشون هنوز هم ادامه داره. برمیگردیم و میشنویم باز هم و بعد دوباره برمیگردیم به استودیو. دلجویی کنند، اعتذار کنند، عذرخواهی کنند. تلاش میکنیم که انشالله در شأن شهدا تشییع جنازه ها و مراسم این عزیزان برگزار بشه و همونطور که ما به سایر شهدا احترام میگذاریم و تجلیل میکنیم و تعظیم، انشالله اینها هم که نمادهای شعائر ما هستند انشاءالله مورد احترام و تکریم و خدمتگزاری ما قرار خواهند گرفت. خیلی تشکر میکنیم جناب سلامی از توضیحات جنابانی و هم بیان مسیری که در مقابله صحبت‌های حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران رو در جلسه غیرعلنی امروز صبح مجلس شنیدیم که الان تلویزیون ایران این صحبت‌ها رو داشت پخش می‌کرد. بعضی از محورهای مهمی که آقای سلامی در این جلسه بهش اشاره کردن رو براتون میگم. یکی این که گفته بودن که گفتش که ایران آماده جنگ بوده و آماده بوده که به تهدید آمریکا پاسخ بده که تهدید کرده و 52 نقطه از ایران رو میخواد هدف قرار بده. آقای سلامی همینطور گفت از جمعه تا چهارشنبه ایران همه چیز رو آماده کرده بوده و قصد داشته که رصد قوی ترین قدرت اطلاعاتی عالم رو در واقع تحت رصد این قدرت که در واقع منظورش آمریکاست بتونه سامانه نظامی خودش رو گسترش بده. آقای سلامی همینطور گفتش که قبل از اینکه
یعنی بعد از اینکه این اتفاق افتاد و قبل از اینکه ایران بدونه، یعنی مقام ها بدونند که موشک اصابت کرده به این هواپیما، خودشون متاثر شده بودن از این حادثه. توضیح داد که در موقعیت های اضطراری هواپیماها و کروزها به گفته ایشون در ارتفاع پایین حرکت میکنن، ارتباط کسی که در اتاق فرمان بوده، ارتباط کسی که این حمله رو در واقع دستورش رو داده، قطع بوده در اون لحظه با بقیه نقاط. و گفتش که مسئله بسیار مهمی که اشاره کردیم بود که گفت مقام های ایران، ما خودمون این فرضیه رو در واقع فرضیه که ایران به دلیل موشک برخورد و اصابت موشک با هواپیما، این همزمانی این دو واقع، در واقع ایران این فرضیه رو مطرح کرده و مبدا شکل گیری این فرضیه که هواپیما با موشک ساقط شده در واقع ایران بوده. و مسئله دیگه و مسئله مهم دیگه ای که آقای سلامی بهش اشاره کردیم بود که در واقع از قربانیان این حادثه رو شهید خوند و همینطور گفتش که ما توی این یک هفته 10 دقیقه هم تلویزیون ندیدیم، اشتباه کردیم. چندین بار گفتش که ایران اشتباه کرده، سپاه اشتباه کرده، ولی همینطور تاکید کرد که یه فرمولی به دست آوردیم که بتونیم بعداً ازش استفاده بکنیم. و همینطور توضیح داد که باید یادآوری بکنه که در موقعیت جنگ با آمریکا بوده و همینطور اشاره کرد ما هنوز در موقعیت جنگ با آمریکا هستیم به گفته او، و گفت توجیه نمی‌کنه این مسئله رو، ولی هر تصمیمی رو که ملت ایران به گفته او بگیره در واقع سپاه آماده است براش. برمیگردیم به علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، که از واشنگتن در ارتباط مستقیم دوباره با ایشون هستیم. آقای افشاری، دوباره عذرخواهی می‌کنم صحبت‌های شما رو قطع کردم. داشتیم در اون لحظه صحبت می‌کردیم که خب مقام‌های سپاه قبلاً، حتی الان هم شنیدیم که در واقع آقای سلامی هم خودش گفتش که من ترجیح می‌دادم توی هواپیما می‌بودم و با مسافران می‌سوختم. این صحبت‌های احساسی فکر می‌کنید آیا بتونه از خشم عمومی و در واقع عدم اعتمادی که الان در جامعه هست و انتقادی که به فرماندهان میشه و به پنهانکاری که شده باشه کم بکنه؟ نه، به نظر من این برخوردها بیشتر یک تدابیر مهندسی شده از سوی نظام هست برای اینکه آثار سنگین این عمل فاجعه‌بار رو کم بکنن، قابل تحمل کنن و از هم مهمتر اونو مشمول گذر زمان بکنن. ببینید صحبت‌های امروز سردار حسین سلامی در مجلس که همین پخش کردن اون هم و نوع واژه‌هایی که استفاده کرده بود کاملا نشون میداد که این هم هدفمند این کار شده بود، از قبل برنامه‌ریزی شده بود، صرف یک تصمیم آنی رئیس مجلس نبود. این نشون میده که این پنهانکاری، این دروغگویی یک امر موردی نیست، بلکه یک امر سیستماتیک هست. در جای جای صحبت‌های کنونی حسین سلامی دروغ‌های بزرگ دیده میشد و این جمله آخرش که ما راهکاری پیدا کردیم، این به لحاظ نظامی از نقطه نظر تفکر سیستمی فاجعه است. ببینید هر ابزار تکنولوژیک، از یک ابزار ساده پزشکی در نظر بگیریم تا سیستم‌های پیچیده هوایی و نظامی، اینها همه باید سازوکارها، معیارها و طراحی‌های مشخص کنترلی داشته باشند. در هیچ کدوم از اینها اپراتور در یک وضعیتی نیست که صرفا با تشخیص خودش عمل بکنه. این کنترل ها بخشی در سطح پیشگیری هستن، بخشی در سطح اکتشافی و حین عمل هستن که به اپراتور رو جلو کارش رو میگیرن یا اگر همه اینها نشه هشدار بهش میدن. میبینید در یک چنین موضوع مهمی که این قبلا هم در به اصطلاح نشریات تخصصی بهش اشاره شده بود، گفته بودن که چقدر ساختار پدافند هوای کشور و سپر موشکی کشور آسیب پذیر هست، ضعف‌های اساسی داره و این مکانیزم‌های کنترلی نیست که چنین فاجعه‌ای را ایجاد کرد. و برخلاف این صحبت‌های تبلیغاتی سلامی که تا جایی در اون دروغ‌گویی بود که اعلام کرد که ما عملیات گذاشته بودیم قبل از خاکسپاری قاسم سلیمانی، در صورتی که اگر اون فاجعه در کرمان نشده بود و برخی از هموطنانی که اومده بودن در مراسم متشییع جنازه، که به نظر من اشتباه کرده بودن برای اون کار، ولی به هر صورت اینها جان باختن،
اون باعث شد که خاکسپاری قاسم سلیمانی عقب بیفته و اونها طبق اعلام خودشون هم گفته بودن میخواستن همون زمانی که ماشین آبی قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس مورد اصابت قرار گرفته بود در سوی آمریکا، همون زمان هم دقیقا عملیات انجام بشه. شما همین دروغ شاخدار رو در نظر بگیرید بر اساس حرفای خودشون تا دیگر جنبه های تبلیغاتی صحبتش، که اتفاقا بار دیگه هم تاکید کرد که جمهوری اسلامی اون انتقام شدید رو انجام نداد، بلکه به سمت یک واکنش تلافی‌جویانه محدودی رفت که مطمئن بود که ابعاد اون حرکت در اندازه ریسک کنترل شده داره که منجر به واکنش متقابل دولت آمریکا نمیشه. آقای افشاری، فکر میکنید که حالا با توجه به اعتراض هایی که الان در جریان هست، فضا خوب متشنجه، مردم خواهان پاسخگویی هستن و اونطور که شما میگین این پاسخگویی و این سخنرانی احتمال اینکه فضا رو آروم بکنه وجود نداره باش، فکر میکنید الان رهبر ایران در چه موقعیتی مشخصا قرار گرفته با توجه که او فرمانده کل تمام قوا هست و الان بخشی از شعارها در خیابانهای تهران و شهرهای دیگه در واقع شخص او رو هدف قرار میده؟ ببینید، رهبری جمهوری اسلامی به لحاظ فردی یک آدم مستبد و خودرأی هست. اما کسانی که از نزدیک اون رو میشناسن این شیوه برخورد اون رو میدونن. من بر مبنای یک خاطره شخصی که از خودش شنیدم دارم این رو میگم. ما در جلساتی که اون موقع در ابتدای حضورم در فتحیه وحدت ملاقات‌های صورت میگیره، ما در جلسه بودیم، آقای خامنه‌ای گفتش که، یعنی میخوام بگم ایشون اساسا نظر مردم براش مهم نیست، اینو بر مبنای شنیده مستقیم خودم دارم میگم، اعتراض کرد که کس شنیدم گزارش‌هایی به من داده شده که افرادی در شورای مرکزی انجمن‌های اسلامی هستند که باوری به نظام ندارند. پاسخ متقابل ما این بود که خب ما افراد را انتخاب نمی‌کنیم، بلکه اینها به هر حال محصول انتخابات‌ها در دانشگاه هستند. این حرف رو زد، گفت آقا انتخابات رو ول کنید، رد صلاحیت کنید. اگر نظام میخواست با انتخابات و رأی مردم بیاد، هرگز این مسیر رو نپیموده بود. چندین بار تاکید کرد رد صلاحیت بکنید. البته این حرف هم زد، گفت نظرشون نسبت به شخص من مهم نیست، نسبت به نظریه ولایت فقیه و اساس نظام مهم است. بنابراین این یک خصلت. دومین ویژگی که آقای خامنه‌ای داره از نظریه ولایت فقیه میاد که اساسا خودش رو پاسخگو به مردم نمیدونه، خودش از جایگاه بالا امام، راهبر و هدایت کننده جامعه میدونه و جامعه عوامی به اصطلاح توصیف میشن که بارها در کلام آقای خامنه‌ای هم هست، عوام و خواص میکنه، خودشو در رأس خواص میدونه که مردم باید دنبال رو باشن، اگر حرف دیگه هم بزنن یا تحت تاثیر فتنه‌گران قرار گرفتن یا اشتباه کردن یا بصیرت ندارن. بنابراین آقای خامنه‌ای به نظر من همین واکنشی که الان میبینیم بیشتر به قوه قهریه متوسل خواهد شد و به نوعی سرنوشت خودش و نظام جمهوری اسلامی رو به موازنه قوا و رویاروی وحشت بین حکومت و جامعه کشونده و تا اون دقیقه آخر هم مقاومت میکنه و سعی میکنه با استفاده از سرکوب، در این حال البته تطمیع، حامی پروری، توزیع پست ها و مثلا مناسبات رانتی در بخشی از جامعه به خصوص نیروهای جامعه مدنی رو اینها رو بکشونه به بخشی از ساختار موجود بکنه بدون اینکه اعتقادمون داشته باشن، ولی چون منافعشون منزلت سیاسی اجتماعیشون پیوند خورده ناگزیر با اون همراهی بکنن و برخی از گرایش‌های دیگه جامعه هم که حالا مثلا روکت‌هایی دارن مثلا ضد آمریکایی هستن و غیره اونها رو هم داشته باشه. من بعید میدونم تغییری در سیاست‌های آقای خامنه ایجاد بشه. تغییر موقعی خواهد بود که واقعیت‌های میدانی شرایط رو عوض بکنه، یعنی خیابان ها در تسخیر مردم بیاد، اون موقع شاید خامنه‌ای تسلیم بشه، ولی دیگه مثل همه دیگر تجارب گذارها دیگه دیر خواهد بود و دیگه فرصتی نخواهد بود. جامعه هم تقریبا بخش مهمی از جامعه اعتمادش رو به نظام از دست داده، به خصوص اتفاق اخیر فقط ابراز ناراحتی از یک دروغگوی موردی نیست، الان سوال بزرگتر هست در طول این 14 چه چیزهای مهمتری رو از مردم پنهان نگه داشته شده، چه دروغهای بزرگتری گفته. حالا این بار فشار خارجی بود و حجم خرابکاری هم اینقدر بالا بود، مستندات معتبر و قوی حضور داشت که امکان حاشا کردن، امکان انکار
وجود نداشت. ولی الان سوال هستش که در گذشته چگونه بوده و امروز صحبت‌های سلامی، برخورد تشریفاتی مجلس، بیانیه نمایندگان و از اون طرف شما می‌بینید دوباره هیئت‌های نظارت شورای نگهبان مجاری مشارکت سیاسی و انتخابات محدودتر کردن و برخی از نمایندگان فعلی مجلس هم رد صلاحیت کردن. برای چنین فضایی بعید هست بخش قابل اعتنایی از جامعه اساساً به نظام جمهوری اسلامی و تدابیرش برای اعتماد سازی باور کنه. و شما فکر میکنید که با توجه به اینکه بالاخره یک سری اعتراضاتی الان در حال انجام، دیروز هم شاهدش بودیم، آیا فکر میکنید که احتمال داره که رهبران ایران شاید درسی گرفته باشن از اعتراضات آبان ماه دست کم، یا حداقل اجازه بدن که ملت عصبانیتشون رو خالی بکنن یا کمی عزاداری بکنن و دوچار در واقع درگیری ایجاد نکنند با مردم؟ و واکنش هایی که دیروز انجام دادن، پرتاب گازهای اشک‌آور، آرایش نیروهای ضد شورش پلیس، بعضا برخوردهای تحریک آمیزی که داشتن، خلاف این موضوع نشون میده. یا حضور گسترده نیروهای امنیتی امروز در تهران، تهدیدهایی که در برخی از همین گروه‌های بسیجی در بسیار فضای مجازی و غیره بوده، خلاف این نگاه رو نشون میده. البته فعلا چون هنوز اعتراضات خیلی گسترش خیابانی زیادی نداشته، در ابعاد اعتراضات آبان ماه نبوده، فعلا به نظر میرسه نوع خیشتنداری هست. همچنین تجربه اعتراضات آبان که اونها خشونت نهاییشون رو در همون گام‌های اولیه انجام دادن و اون فاجعه بزرگ رو آفرید و حتی مشکلاتی هم در داخل نظام ایجاد کرد که ظاهراً حتی کسی تاکنون مسئولیت اون رو قبول نکرده و همه دارن به نوعی میگن من نبودم و به دیگری به اصطلاح مسئولیت کار رو احاله میدن. اینا باعث شده که نوعی به طور نسبی خویشتنداری بیشتر شاهد باشه، ولی این تغییر سیاست نیست که اصل حق اعتراض رو برای مردم به رسمیت بشناسه. البته اگر فقط سوگواری خاص باشه، شمع روشن کردن باشه و حرکت‌های نمادین از این دست، خب طبیعتاً نظام با این مشکل نداره. ولی اگر مردم فراتر از این خواهان مقابله با دروغگویی، نه دروغگویی موردی، دروغگویی سیستماتیک این نظام باشن و خواستار تغییر سیاست ها باشن، به طور مشخص این نهاد سپاه که در دو دهه گذشته اینقدر رشد و گسترش زیادی پیدا کرده، همه حوزه های جامعه ایران رو در احاطه خودش گرفته و مردم هم به صراحت در این اعتراضات، هم دانشجوها و هم مردم که پیوسته بودن، این بی‌کفایتی سپاه رو اعلام می‌کردند. خب این هزینه سنگینی رو بر کشور ایجاد کرده و بار دیگر نشون داده که چقدر برای کشور خطرناک هست از ابعاد مختلف که نیروی نظامی فراملی ایدئولوژیک داشته باشه، که وفاداریش هم به یک شخص باشه. تمام دولت‌های مدرن یکی از پایه‌های اصلیشون این هستش که نیروهای نظامیشون دیگه مثل دوران پادشاهی و دوران ماقبل مدرنیته وفادار به یک فرد نیستن، وفادار به یک جریان نیستن، اینها وفادار به کلیت جامعه هستن، وفادار به کلیت مردم هستن. متاسفانه این سپاه پاسداران که به ظاهر بعد از انقلاب مردمی شکل گرفت، به مراتب وضعیتی بدتر از ارتش شاهنشاهی داره. این ارتش در جریان انقلاب احمدی پنجاب در یک تصمیم درست مردم رو انتخاب کرد و حاضر نشد در برابر مردمش بیسته، اونها رو بکشه، حمام خون راه بیاندازه. ما متاسفانه با مجموعه طرف هستیم که مدعیان بسیار پرهیاهویی هستند، ولی توانایی های اینها در مقابل ادعاهاشون یک تفاوت خیلی زیادی رو نشون میده. از طرف دیگه مجموعه هستند که امکانات گسترده ای رو از کشور گرفتن و متناسب با اون خروجی نداشتن، محصول نداشتن، چیزی رو ارائه ندادن و این شکاف واقعا برای کشور یک خسران بزرگ هست که این همه امکانات به پای این سپاه ریخته شده که حالا برای یک انتقام جویی میاد یک هواپیمای مسافربری رو با این خطای بزرگ که یک خطای سیستماتیک هست، یعنی این آقای سردار سلامی رئیس ستاد نیروهای مسلح و بالاتر از اونها خود آقای خامنه‌ای باید محاکمه بشن، نه برای اینکه یک اپراتور حالا در 10 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه اون خطا رو انجام داده.
بحث اصلی هست که چرا مکانیزم کنترلی نبوده که این اپراتور از جاهای دیگه چک بشه و چنین خطای بزرگی رو انجام داده که حتی فرض باور این هم به اصطلاح تردیدهای جدی وجود داره. آخه اینها در صفحه رادار هواپیمای نظامی تفاوتش با هواپیمای مسافربری خیلی زیاد هست. حالا شما در نظر بگیرید میگن این اپراتور فکر کرده یک موشک کروز هست، باز تفاوت موشک کروز با هواپیمای جنگی هم خیلی زیاد هست. حالا این حرفا واقعا باورش بسیار دشوار است برای اهل فن، ولی اگر فرض بکنیم حتی درست هم باشه، باز نبود اون سازوکارهای کنترلی هست و مردم به درستی فهمیدن، به درستی به خیابان ها آمدن که آقا سرنوشت آینده کشور واقعا به خطر افتاده، موجودیت تاریخی ایران ممکنه به خطر بیفته با این دو نهاد مخرب کشور. اول خود نهاد ولایت فقیه که اساسا مردم رو صغیر میدونه، مردم رو فاقد تشخیص میدونه، قائل نیست که مردم صاحبان این کشور هستن. یک فردی که واقعا به لحاظ اطلاعات عمومی که در سطح نازلی هست، نه دانش تخصصی داره، نه سوابق سیاسی برجسته‌ای داشته، نه مطالعات گسترده‌ای داشته، حتی به لحاظ علوم دینی سنتی و فقهی ما هم یک فرد بسیار عادی و عوامی محسوب میشه در حوزه‌های علمیه، اینو قرار دادن در رأس کشور و همه تصمیمات اساسی کشور رو خودش و نیروهایی که جمع کرده در زیر نهادهای زیر مجموعه دستگاه ولایت فقیه داره اداره میشه. بعد اومده یک نهاد، یک بازوی نظامی عقیدتی و ایدئولوژیک هم برای خودش درست کرده. سپاه پاسداران، ارتش ملی کشور رو در 4 دهه تحقیر کردن. کسانی که امروز بر رأس فرمانده سپاه هستند و متاسفانه تمام امور اصلی راهبردی و استراتژیک نظامی کشور رو بر عهده دارن، برگردیم به 4 دهه پیش، اینها هیچی از مسائل نظامی نمیدونستن. حتی اکثر یک سری گروه های چریکی و به اصطلاح شبه چریکی یه فعالیت های محدودی داشتن. اینها اومدن به یک هزینه سنگینی که از جیب این ملت پرداخته شده، از امکانات تأسیساتی این کشور سوء استفاده شده که این افرادی که حداقل اطلاعات رو داشتن، افرادی که بیکفایت بودن، افرادی که صلاحیت فنی نداشتن، 4 دهه به بهای خرابی کشور، به بهای آسیب زدن به ساختار نظامی کشور رشد بکنن و آخر سر هم دست عملکرد اونها رو میبینیم چه دست گلهایی به آب میدن. فقط کافی هست، من مخالف نظام پهلوی هستم، معتقدم برای آینده ایران باید نظام جمهوری عرفی سکولار دموکرات باشه، اما انصاف حکم میکنه ما بریم کارنامه رزومه فرماندهان ارشد نظامی در دوران پهلوی رو مقایسه کنیم با فرماندهان سپاه کنونی. واقعا خجالت آور هست. من نسبت به برخی از نیروهای سپاه پاسداران ارادت دارم، میدونم انگیزه های خیرخواهانه دارن، برخی از اونها در گذشته میشناسم، اما مسئله افراد نیستن، من نهاد رو دارم میگم. این نهایت سرافکندگی و شرمساری برای مردم ایران در قرن 21 هست که فردی با مختصات حسین سلامی نفر اول نظامیش باشه. این فاجعه از این بزرگتر نمیشه. بسیار برای بنده ناراحت کننده هست 176 فرد مظلوم در این اشتباه فاحش و وحشتناک کشته شدن، جان باختن، کثیر از اونها ایرانی بودن، غیر ایرانی ها هم فرقی نمی کنه. بسیار ناراحت کننده است، اما ناراحتی بزرگتر این هست که افراد فاقد صلاحیتی مثل سید علی خامنه ای، مثل حسین سلامی، ده ها و صد ها از این نوع خطاها رو بر مردم ایران دوباره تحمیل می کنند. این مسئله هستش که به نظر من در اعتراضات سراسری آبان 98 که در ادامه دی ماه 96 بود، در اعتراضات اخیری که جنبش دانشجویی میزبان و بستر شکل دهنده اون بود جامعه فهمیده، شاید یک درک غریزی هم هست، نیاز خیلی به تحلیل‌های پیچیده‌ای نداره، که باید کشور رو دریافت. ایران بیش از این تاب تحمل خطاهای بزرگ مسئولان این نظام رو نداره. ممنونم از شما.
خیلی ممنونم. ببخشید که صحبتاتون قطع میکنم. خود مشکل ضیق وقت داریم. ممنونم از شما از اینکه با ما همراه بودین. آقای افشاری لطف کردین. همکارم رجا اسدی اینجا با من. رجا صحبت ها رو دنبال کردیم. همین الان که صحبت میکنیم علی لاریجانی بعد از پایان صحبت های فرمانده سپاه که از تلویزیون ایران پخش شد گفتش که سخنان آقای حسین سلامی خیلی دقیق بود و تشکر کرد و گفتش که امیدوار هست که علی لاریجانی رئیس مجلس گفتش که امیدواره که تمهیداتی در واقع به وجود بیاد که دیگه چنین غم‌هایی اتفاق نیفته. همکارم رجا اسدی هم واکنش ها به صحبت های حسین سلامی رو در شبکه‌های اجتماعی مرور می‌کرد. اون لحظه که با هم گوش می‌دادیم از مهمترین این واکنش ها برامون بگو. بله، من همزمان داشتم نگاه می‌کردم ببینم کاربران چی میگن. شمار زیادی از کاربران محافظه‌کار منعکس کردن حرف های آقای سلامی ها و با هشتگ صداقت و شجاعت دارن در موردش حرف می‌زنن و اینها کسایی هستن که از روحانی انتقاد می‌کنن که میگن آقای روحانی کجا هستی و چرا تو پاسخگو نیستی و چرا همه چیز رو داری میندازی گردن سپاه. تو همون کسی هستی که به بهانه گرانی بنزین رو بهانه کردی و گفتی اصلا اطلاع نداشتی، الان بهانت چیه؟ اما و اینا کسایی هستن که دارن میگن سپاه پاسخگو بوده و باید ازش تقدیر بشه که با صداقت اومد و مشکل و اشتباه رو به گردن گرفت. اما در مقابل کاربران دیگه هستن و اونها سوال میکنن، میگن فرمانده کل قوا که رهبر ایران هست اون چرا پاسخگو نیست به عنوان فرمانده کل قوا؟ و در مقابل کسانی که میگن خب فرمانده کل قوا خبر نداشته به اون خبر نداده بودن و میگن همین موضوع نشون میده که ایشون کارشو درست انجام نمیده و باید کنار بگیره و دوباره بحث کنارگیری فرمانده کل قوا مطرح شده توسط کاربران مخالف حکومت ایران. و در مقابلش خیلی‌ها دارن تقدیم کردن، همین به اشاره کردن به سیلی که الان در سیستان و بلوچستان جاری شده و تحت شعاع این اخبار قرار گرفته و ظاهرا خیلی از روستاها زیر آب رفتن و مردم نیازمند کمک هستن. طرفداران حکومت دارن میگن اگر سپاه نره الان کمک اینها کنه، شمایی که دارید از سپاه انتقاد میکنین، آیا شما میخواهید برید و کمک اینها بکنید؟ چند تا از صحبت کلماتی که آقای سلامی به کار برد هم الان میبینم دارن کاربران استفاده میکنن و جایی که میگه ما تفوق فناوری داریم، ولی کاربران دارن پاسخ میدن تفوق فناوری در شلیک به موشک خودی، دارن یه جوری به تمسخر میگیرن حرفاشو. یا جایی که وقتی آقای سلامی گفت عادت داریم که قربانی ملت باشیم، دوباره بعضی از کاربران مخالف پاسخ دادن که منظورش اینه که ملت رو قربانی کنیم. در آبان‌ماه بین 300 تا 1500 نفر از طرف سپاه مورد شلیک قرار گرفتن و کشته شدن. این بحثا خیلی الان درگیره بین مخالفان و موافقان سپاه، ولی یک همزمانی وجود داشت بین صحبت‌های آقای سلامی و طرفداران حکومت و طرفداران سپاه در شبکه‌های اجتماعی که دارن انگار قضیه رو دارن برعکس جلوه میدن و دارن تقدیر میکنن و تشکر میکنن از صداقت و شجاعت فرماندهان سپاه. اما موضوع دیگه‌ای که من الان دوباره چون بحث آقای سلامی طولانی شد، بله اعتراضات الان در بله یک ویدیوی هم ما منتشر کردیم، تونستیم تایید بکنیم. الان میدونیم در میدان آزادی تجمعاتی صورت گرفته، مردم در خیابان‌های اطراف دارن به سمت میدان آزادی پیش میرن. بعضی از کاربران در تهران، البته در سنندج، اصفهان و شیراز و بابل هم کاربرانی با ما تماس گرفتن، مخاطبان بی بی سی فارسی، و گفتن تجمع شده و جو نیروهای امنیتی بسیار سنگینه، اما همچنان مردم دارن میان. در تهران هم همینطور تصاویری که به دست ما رسیده نشان میده که تجمع شکل گرفته، مردم دارن شعارهای علیه رهبر ایران و حکومت ایران سر میدن و گفتن خیلی از خیابانهای منتهی به میدان آزادی هم بسته شده. و نکته دیگه‌ای که می‌خواستم بگم در مورد ویدیوی دیگه‌ای بود که از صبح داره، اگر وقت هست میتونم به اینم اشاره بکنم، از صبح داره در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میچرخه و ویدیویی که از دانشگاه شهید بهشتی، ظاهرا اونطور که مخاطبان ما به ما گزارش دادن در چند روز گذشته دو پرچم خیلی بزرگ اسرائیل و آمریکا کف محل عبور دانشجوها کشیده شده، به طوری که دانشجوها مجبورن ازش عبور کنن تا به مقصدشون برسن، به ساختمان روبروشون برسن. اما امروز با ویدیویی که به دستمون رسیده می‌بینیم که خیلی از دانشجوها دارن میرن از کنار این پرچم میرن که از روی پرچم عبور
نکنن و این هم بازتاب داشته. کاربران میگن این نشان میده 40 سال تلاش حکومت ایران برای تبیین ایدئولوژیش کارساز نبوده، چه سرمایه ها و چه هزینه هایی کرده که در مراکز آموزشی و دانشگاه ها این ایدئولوژی رو به کار ببره. اما میبینیم با این ویدیو میبینیم که دانشجوها مخالفت خودشون رو با سیاست خارجی ایران و این ایدئولوژی ها اعلام کردن. ممنونم از رجا اسدی. البته اشاره کنم ویدیویی که میدیدین در واقع ویدیویی که رجا بهش اشاره میکرد نبود. در بخش های بعدی خبر سعی میکنیم این ویدیو رو حتما براتون پخش بکنیم. دیشب اما راب مکر سفیر بریتانیا در تهران هم برای ساعتی دستگیر شد، موضوعی که اعتراض وزارت خارجه بریتانیا و مقام های اتحادیه اروپا رو در پی داشت. آقای مکر امروز هم به سفارت در واقع احضار شدند برای ارائه توضیحات. در توییتی آقای مکر توضیح داده که برای ادای احترام به تجمع یادبود رفته و برای بعد از آغاز شدن شعارها در واقع محل اعتراض رو ترک کرده، اما نیم ساعت بعد از اون دستگیر شده. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که سفیر بریتانیا به عنوان یک خارجی در تجمع غیر قانونی دستگیر شده و بعد هم آزاد شده. و همونطور که گفتم ایران امروز سفیر بریتانیا رو به دلیل اونچه که شرکت در تجمع غیر قانونی خوانده احضار کرده. کسرا ناجی همکارم گزارش میده. تظاهرات گروهی که میگویند طلاب و دانشجو هستند در مقابل سفارت بریتانیا در مرکز تهران بعد از ظهر امروز، گروهی که خواهان اخراج سفیر بریتانیا هستند. تظاهرات آنها بعد از انتشار خبر بازداشت چند ساعتی سفیر بریتانیا در تهران دیشب. آنها میگویند دستگیری او در نزدیکی نارامی‌های دانشگاه امیرکبیر در تهران نشان می‌دهد که او نارامی‌ها را سازماندهی کرده بود. اما او در توییتی نوشته: تأکید می‌کنم که من در هیچ تظاهراتی شرکت نکردم. من به مراسم یادبود افرادی که در سانحه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی بودند رفتم. طبیعی است که نسبت به کشته شدگان ادای احترام کنم. تعدادی از آنها بریتانیایی بودند. پس از 5 دقیقه هنگامی که عده‌ای شروع به شعار دادن کردند، محل را ترک کردم. او در توییت دومی نوشت: من نیم ساعت بعد از ترک محل دستگیر شدم. دستگیر کردن دیپلمات‌ها در هر کشوری غیرقانونی است. اظهارات وزیر امور خارجه بریتانیا دومینیک راب را ملاحظه کنید. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران، راب مکر سفیر بریتانیا در تهران در نزدیکی اینجا دستگیر شد. دانشگاه امیرکبیر، جایی که مراسم یادبود کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی خیلی زود به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد. دیشب کمی بعد از دستگیری سفیر وزارت خارجه بریتانیا این بیانیه را از قول وزیر خارجه دومینیک راب منتشر کرد که دستگیری را نقض آشکار قوانین بین المللی توصیف کرد. دستگیری بدون دلیل سفیر ما در تهران نقض آشکار حقوق بین الملل است. دولت ایران بر سر دوراهی است، یا می تواند به طرف تبدیل جایگاهش به یک یاغی حرکت کند با همه پیامدهای سیاسی و اقتصادیش، و یا در جهت کاهش تنش و گفتگوهای دیپلماتیک قدم بردارد. صبح امروز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اروپا هم در پیامی توییتری از ایران خواست تنش را افزایش ندهد. از بازداشت کوتاه مدت سفیر بریتانیا در تهران به شدت نگران شدیم. احترام کامل به کنوانسیون وین یک امر ضروری است. اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد که تنش را کاهش دهد و راه را برای دیپلماسی باز بگذارد. این واکنش معاون وزیر خارجه ایران به توییت مسئول سیاست خارجی اروپا چند ساعت پیش. او بازداشت نشد، ولی به عنوان یک خارجی ناشناس در یک گردهمایی غیرقانونی دستگیر شد. وقتی پلیس خبر دستگیری مردی را به من داد که ادعا می‌کرد سفیر بریتانیاست، من گفتم غیر ممکن است. تنها بعد از صحبت تلفنی با او توانستم او را شناسایی کنم که برایم حیرت آور بود. 15 دقیقه بعد او آزاد شد. به نظر می‌رسد توییت معاون وزیر خارجه ایران موضوع را تمام شده تلقی می‌کند. قدمی مهم در کاهش تنش در روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا، شاید اگر تندروها بگذارند. کسری نجی، بی بی سی،